یک بنیاد آموزش در فنلاند از حدود یک سال و نیم پیش برای کودکان سنی های تونروی داعش کلاس آنلاین دایر می کرده است. آموزگاران در این پروژه یک ساله از هلسینکی با استفاده از پیام رسان واتساپ به کودکان مقیم اردوگاه الهول در سوریه آموزش می دادند. زبان فنلاندی و انگلیسی در کنار ریاضیات و تاریخ محورهای اصلی رد و بدل پیامها میان آنها با این کودکان بوده که البته به صورت مخفیانه انجام می شده است. اردوگاه الهول در شمال سوریه را باید بزرگترین اردوگاه خانواده های آواره داعشی دانست که شمار زیادی زن و کودک در آن نگهداری می شوند. ایده این کار ابتدا به واسطه برگزاری کلاس های درسی آنلاین به خاطر قرنطینه کرونایی به ذهن یوسی تانر، فرستاده ویژه فنلاند در امور حقوق اولیه کودکان فنلاندی در سوریه و همکارانش افتاد. در گزارش خبرگزاری فرانسه مشخص نشده که چگونه این کودکان در حالی که داشتن تلفن هم در الهول ممنوع بوده به اینترنت و پیام رسان واتساپ دسترسی داشتند. این آموزگار فنلاندی میگوید همان روز اول 8 نفر ثبت نام کردند و خیلی سریع تعدادشان به 23 نفر رسید. حدود 60,000 نفر که اغلبشان زنان و کودکان داعشی هستند در این اردوگاهی که شهری چادری است زندگی می کنند. برای این کودکان که اغلب مادران خارجی دارند واژه‌های نظیر ساختمان و خانه واژه‌های غریبی است، چرا که مدت هاست خانه آنها چادرهای این اردوگاه هاست.